تصویر بالا خودگویای بسیاری از حرف‌ها و خاطرات تلخ و نوستالژی قرون وسطاست. دهه‌های 40، 50 و 60 با دیدن این عکس همچنان لرزه بر اندامشان می‌افتد. این وسیله شکنجه‌زا که در حمام‌ها استفاده می‌شد، بزرگترها با این وسیله به جان کودکان می‌افتادند. و وقتی که دولای از پوست و عضلات را از بین می بردن و با تمام شدن رگ و پی وقتی سپیدی استخوان‌ها پیدا می شد تازه احساس می کردن کودک کمی تمیز شده است. در این مرحله معمولاً کودکان از حال می رفتن و وسیله شکنجه‌زایت بعدی آماده بود، لیف و صابون برگردان که کف بسیار سوزناکی داشت. آنها با این لیف و صابون معمولاً کودکان را دوباره ریکاوری کرده و آنها را آماده می کردن برای مرحله سوم شکنجه، یعنی استفاده از سنگ پای قزوین. سنگ پای قزوین 2 سانت از پوست و گوشت پاشنه پای کودکان را از بین می برد، طوری که آنها تا 4 ماه مثل پنگوان ها در خیابان ها راه می رفتن. بعد از آن اتفاقات عجیبی افتاد و صنعت شستشو و حمام در ایران متحول شد، پدیده‌ای به نام صابون گلنار. قبل از اینکه بحث را انحرافی کنید، در خصوص این صابون برای شما خواهم گفت، چون خود ما در پاکستان اجرا داشتیم و از نزدیک مراحل ساخت این صابون اعجاب انگیز را از نزدیک دیدیم. صابون اعجاب انگیزی که تاریخ مردان ایران را به گونه دیگر رقم زد. این صابون الان سال هاست که از طرف مردان ایرانی به شدت مورد استفاده قرار می گیرد. یعنی از فرق سر تا نوک پا را فقط با این صابون بدون استفاده از لیف می شورند و با همان صابون از حمام بیرون می آیند. علت این که صابون را از حمام بیرون می آورند را کسی هنوز درک نکرده است. اما بعضی ها می گویند از این صابون در دستشویی ها نیز استفاده می شود. صابون همه کاری گلنار. لحظه هایتان گلناری بود و همواره تنتان سلامت و تمیز و تنت به ناز طبیبان نیاز مباد.